این مستندها شروع ایده است برای معرفی ایرانیان برجسته تأثیر گذار در خارج از ایران پیر اومیدیار پیر اومیدیار از دیگر ایرانیان موفق در خارج از کشور است پیر اومیدیار همان میلیاردر ایرانی آمریکایی با والدین ایرانی که متولد پاریس است پیر در تاریخ 21 جوان 1967 در فرانسه پا به این جهان گذاشت. وی بنیانگذار و رئیس بزرگترین سایت خرید و فروش آنلاین جهان با نام ایبی است. پیر در سی و یک سالگی با عرض اولیه سهمی به نام ایبی توانست میلیاردر شود. پیر و همسر ایشان از نیکوکاران مطرح محسوب می شود که در سال 2004 بنیاد امیدیار را ایجاد می کنند. این بنیاد با هدف بشر دوستانه و به جهت ایجاد فرصت برای افزایش کیفیت زندگی مردم تأسیس شد. والدین امیدیار ایرانی بوده و هر دو به عنوان دانشجو در فرانسه مشغول به تحصیل بودند. سپس با هم آشنا شده و ازدواج می کنند. پدر و مادر امیدیار نام او را در ابتدا پرویز میگذارند و سپس به نام پیر تغییر میدهند. رامین جوادی رامین جوادی آهنگساز موسیقی متن فیلم و تلویزیون است. پدر او یک ایرانی و مادرش یک آلمانی است. در آمریکا به تحصیل در رشته موسیقی پرداخت. بعد از پایان تحصیلات، شروع به نوازندگی در یک گروه موسیقی در بوستون کرد و پس از آن با هانس زیمر مشغول به کار شد. جوادی بیشتر به خاطر دریافت جایزه گرمی بهترین موسیقی متن برای فیلم مرد آهنین مارول و سریال تلویزیونی محبوب اچ او تحت عنوان بازی تاج و تخت مشهور شده است که موسیقی متن تمام قسمت های این سریال را نوشته است. از دیگر کارهای مشهور وی می توان فیلم سینمایی وارکرافت و سریال های تلویزیونی همچون فرار از زندان و وست را نام برد. جدیدترین پروژه های رامین جوادی نیز سریال خاندان اجدها و فیلم سینمایی جاودانگان می باشد. فریدون فرخزاد فریدون فرخزاد شاعر تران سرا خاننده تهیه کننده کارگردان و مجری تلویزیونی و رادیویی و مجری مراسم ایرانی بود او همچنین در چند فیلم و ترانه به بازیگری و آهنگسازی نیز پرداخته بود فرخزاد پس از انقلاب 1357 به فعالیت سیاسی علیه حکومت جمهوری اسلامی پرداخت و عضو سازمان درفش کاویانی بود که در جریان قتلهای زنجیره ایران در سال 1371 در شهر بن آلمان ترور شد. از فریدون فرخزاد به عنوان نامیترین ترین شومن ایران یاد می شود. او برادر فروغ فرخزاد شاعر معاصر ایرانی بود. مجید سمیعی مجید سمیعی پزشک و جراح مغز و اعصاب ایرانی آلمانی است. او ریاست بیمارستان خصوصی علوم عصبی هانوفر در آلمان را بر عهده دارد که خود بنیانگذار آن بوده است. مجید سمی از خانواده رشتی و در شهر تهران زاده شد. پس از عزیمت خانواده از تهران به رشت و اقامت در محله تلفن خانه وی تحصیلات ابتدایی را در این شهر و دوره متوسطه را در دبیرستان شهید بهشتی رشت به پایان رسانید. سپس آزم آلمان گردید و رشته های زیستشناسی و پزشکی را در دانشگاه یوهانس گوتنبرگ شهر ماینس به پایان رسانید. وی دوره تخصصی جراحی مغز و اعصاب را زیر نظر کورت شورمن شروع کرد و در سال 1349 به اخذ درجه تخصص در این رشته نایل آمد. سمیعی کار علمی را با سمت استادیاری و معاونت بیمارستان جراحی مغز و اصاب آغاز کرد. پس از چندی سرپرستی بخش جراحی مغز و اصاب اطفال را بر عهده گرفت. در سال 1351 به اخذ درجه استادی جراحی مغز و اعصاب از دانشگاه یوهانس نایل گردید. در سال 1350 اولین دوره از دوران آموزشی جراحی میکروسکوپی را آغاز کرد و در سال 1356 نخستین آزمایشگاه تمرین جراحی میکروسکوپی آلمان را با کمک بنیاد فولکس واگن تأسیس نمود. در همان سال ریاست بیمارستان جراحی مغز و اعصاب را در شهر هانوفر به عهده گرفت و کرسی جراحی مغز و اعصاب در دانشگاه لایدن هلند به وی اعطا شد. در سال 1366 دانشگاه ماینز تصدی کرسی جراحی مغز و اعصاب را به وی پیشنهاد کرد و اما در سال 67 با قبول تصدی کرسی جراحی مغز و اعصاب در دانشگاه هانوفر به کار پرداخت. از سال 1367 تا 71 ریاست انجمن بین المللی قاعده جمجمه را به عهده داشت و در سال 1371 به ریاست فدراسیونی جهانی انجمن های قاعده جمجمه انتخاب شد. دکتر مهدی روسفید دکتر مهدی روسفید متولد ایران تحصیلات عالی خود را در دکترای شیمی در بالاترین سطح ممکن با موفقیت به پایان رساند. بعد از آن به مدت هشت سال در دانشگاه در زمینه تدریس و پژوهش مشغول به کار بود. با فروپاشی دیوار برلین و یکی شدن آلمان غرب و شرق به بخش خصوصی ورود کرده و قریب به یک سال در یک شرکت دارویی در بخش فروش مشغول به کار گردید. بعد از یک سال تغییر کار داده همکاری خود را با شرکت آلمانی در زمینه تولید تجهیزات پزشکی آغاز نمود روند این همکاری تا استقلال کاری و ایجاد برند دکتر روسفید سالهای سال ادامه داشت دکتر روسفید بنیانگذار ایده های خلاقانه فروش و مشاوره علمی و دقیق راهبردی محصولات پزشکی و بهداشتی و همچنین یک برند شناخته شده و موفق در راه و پشتیبانی بیمارستانی و کلینیکی در حیطه سلامت اروپاست که توسط برند و هلدینگ خودش با نام تجاری گروه دکتر روسفید و شبکه ای از شرکت های خود تشکیل یافته که همگی شاخه های تخصصی از همین نام را تشکیل می دهند. دکتر روسفید جدا از همه توانایی های فردی، اجتماعی و علمی خود یک بازرگان موفق و با تجربه و البته پیشرو و تأثیر گذار در حوزه محصولات پزشکی و بهداشتی نیز می باشد. ایده دیگر خلاقانه دکتر روسفید بنیانگذاری آکادمی دکتر روسفید است که در کوتاهترین زمان ممکن در سطح آلمان به بستری برای آموزش و برگزاری سمینارهای مختلف پزشکی و بهداشتی مبدل شده است. این آکادمی در راستای کارهای روزمره آموزشی بخشی را به تجلیل و تشویق از کنشگران و فرهیختگان ایرانی خارج از ایران اختصاص داده است که در این راستا تا به اکنون برنامه های زیادی را تدارک دیده و همگی در فضای مجازی از جمله یوتیوب قابل دسترسی همگان می باشد. دیگر نکته جالب زندگی دکتر روسفید فعالیت های افتخاری او در زمین های اجتماعی است. وی به عنوان مثال بیش از 14 سال عضویت افتخاری در دادگاه های برلین را داراست و در دادگاه های برلین به عنوان قاضی افتخاری شرکت می کند. امید نوریپور امید نوریپور سیاست مدار ایرانی آلمانی است. او یکی از اعضای حزب سبز آلمان که از سال 2006 تا کنون نماینده بوندستاگ پارلمان فدرال آلمان از حوزه انتخابی فرانکفورت آماین است و از طریق لیست حزبی وارد پارلمان شده است. او از فوریه 2022 به همراه ریکارد لانگ به طور مشترک رهبران حزب سبز آلمان هستند. نوریپور متأهل و دارای یک فرزند است. او در سال 1988 در 13 سالگی به همراه پدر و مادر به آلمان رفت. نوریپور پس از دریافت دیپلم در رشته های ادبیات آلمان، سیاست، فلسفه و فقه تحصیل کرد ولی هیچ رشته تحصیلی را به پایان نرساند. او در مصاحبه با روزنامه دیت سایت میگوید من در این فکر بودم که چه کار کنم تا پدر و مادرم که تحصیل کرده هستند به من بدون مدرک دانشگاهی افتخار کنند. نوریپور در سال 2016 به خاطر آوردن اطلاعات نادرست در بیوگرافی خود مورد انتقاد رسانه ها قرار گرفت. او در مصاحبه ای می میگوید بسیار مایل است تبعیت ایران را ترک کند ولی قوانین ایران این امکان را به او نمیدهند. او در دوران نوجوانی خواننده رب بوده است و میگوید اگر امکانی دست بدهد امروز نیز میخواند بهمن نیرومند بهمن نیرومند نویسنده مترجم روزنامه نگار و فعال سیاسی چپگرای اهل ایران است. وی ای فارغ تحصیل رشته های ادبیات، فلسفه و ایران شناسی در آلمان و مدرس ادبیات تطبیقی در دانشگاه تهران بوده است. بهمن نیرومند مقیم آلمان است. نیرومند تا کنون 15 کتاب به زبان آلمانی درباره ایران، خاور میانه و زندگی در آلمان نوشته و تعدادی از آثار ادبی فارسی را به آلمانی ترجمه کرده است. از جمله کور، و ده اثر دیگر از صادق هدایت، آثاری از محمود دولت آبادی، قلام حسین ساعدی، سمد بهرنگی و نیز اشعاری از احمد شاملو. از وی مقالات متعددی نیز در مطبوعات آلمان منتشر گردید است. وی در کنار سایر اعضای تشکلی موسوم به شورای متحد چپ برای دموکراسی و استقلال مدتی نیز از اعضای شورای ملی مقاومت بود. زهرا واگنکنشت زهرا واگنکنشت سیاستمدار و نویسنده چپ آلمانی و عضو پارلمان بوندستاگ از حوزه انتخاباتی نورد راین وستفالن و از می 2012 نایب رئیس حزب چپ آلمان است. او از اعضای جناح چپ در درون حزب چپ آلمان است و از منتقدان اصلی سیاست های حزب چپ آلمان در سالهای اخیر است. زهرا واگنکنشت حاصل ازدواج مادری آلمانی و پدری ایرانی است. پدر او در زمان سه سالگی زهرا آلمان را از طریق برلین غربی به سمت ایران ترک کرد و از آن وقت دیگر هیچ خبری از او نشد. زهرا از آن پس در برلین شرقی که آن زمان بخشی از آلمان شرقی بود به همراه مادرش زندگی می کرد. او فارغ تحصیل فلسفه و ادبیات آلمانی و همچنین دکترای اقتصاد که کتابهای زیادی از او تاکنون منتشر شده است. بیژن جیرسرایی بیژن جیرسرایی سیاستمداری است آلمانی و عضو حزب دموکرات آزاد آلمان و نماینده بخشی از ایالت نورد راین وستفالن در پارلمان آلمان بوندستاگ است جیرسرایی در یازده سالگی به آلمان فرستاده شد و نزد عموی خود در شهرک گرفن برویش اقامت گزید و به مدرسه رفت او عضو هیئت مدیره منطقه حزب دموکرات های آزاد آلمان است. او از سال 2009 تا سال 2014 قائم مقام مدیر منطقه نویس بود. او در سالهای 2009 و 2017 از طریق لیست کاندیداهای های حزب خود نماینده بخشی از ایالت نورد راین وستفالند در مجلس آلمان بندستاک شد. او همچنین از 2009 تا 2014 رئیس گروه پارلمان آلمان ایران بود و در حال حاضر نماینده مجلس آلمان و عضو کمیته امور خارجه مجلس آلمان است. نوید کرمانی نوید کرمانی پژوهشگر، روزنامه نگار و داستان نویس آلمانی ایرانی تبار است. او که یکی از پرکارترین نویسندگان آلمانی زبان در سالهای اخیر بوده، در نوشته هایش به پدیده های چون دین و زندگی انسان ها در جوامع چند فرهنگی، و جایگاه فردیت در جهان مدرن می پردازد. نوید کرمانی در 29 نوامبر 1967 در شهر زیگن آلمان غربی به دنیا آمد. وی چهارمین پسر یک پدر و مادر ایرانی است. نوشتن را در قالب همکاری با روزنامه های ملی و محلی از 15 سالگی آغاز کرد. کرمانی در رشته های شرق شناسی، فلسفه و تئاتر در کل، قاهره و بون تحصیل کرده است. وی همچنین با حزب سبزهای آلمان همکاری دارد. وی در سالهای 1996 تا 2000 به عنوان نویسنده با روزنامه فرانکفورت ماینه همکاری داشت. مقاله ها و آثار کرمانی به صورت مرتب در نشریاتی چون زودویچ تسایتونگ، دیت سایت و نوی زرشرزایتونگ منتشر می شدند. او با کتایون امیرپور پژوهشگر مطالعات اسلامی ازدواج کرده و دارای دو فرزند هستند. او در حال حاضر در کلن زندگی می کند. این مستندها شروع ایده است برای معرفی ایرانیان برجسته تأثیر گذار در خارج از ایران.